شنیدید میگن هست با ابله سخن گفتن جنون، یا میگن جواب ابلهان خاموشی است؟ قرآن کریم هم در آیه 63 سوره مبارکه فرقان یکی از ویژگی های بندگان خوب خداوند رحمان رو این میدونه که سعی میکنن پاسخ انسان های جاهل و نادان رو ندن. میفرماید وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فرماید و بندگان خداوند رحمان این ویژگی ها رو دارن. خب ویژگی اول اشاره میکنه به موضوع تواضع، و بعد از اون که مورد بحث ما هست میفرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اینها وقتی که انسانهای جاهل اونها رو مورد خطاب قرار میدن، یه حرفی باهاشون میزنن، یه طعنه‌ای به اونها میزنند، پاسخشون رو نمیدن، بلکه میگن قالوا سلاما. اینجا سلاما به معنای سلام نیست، به معنای خداحافظیه، یعنی به اونها بی‌اعتنایی میکنن، با اونها خداحافظی میکنن، پاسخشون رو نمیدن. حالا ماها چقدر در طول شبانه روز وقت خودمون رو صرف پاسخهای بیهوده به این و اون میکنیم؟ چقدر وقت خودمون رو صرف بحثها و جدالهای بیهوده سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی میکنیم؟ بحثهایی که هیچ نتیجه‌ای نداره. نه ما طرف مقابل رو متقاعد میکنیم، نه طرف مقابل ما رو متقاعد میکنه. تنها نتیجهش اینه که ما وقت خودمون رو تلف میکنیم و وقت دیگران رو هم تلف میکنیم و احیانا باعث کدورت میان افراد میشیم و احیانا با بحث‌های بیهوده بعضن فرقه‌ای باعث ایجاد تفرقه میان امت اسلام میشیم. اینها نتیجهشه، چه در فضای واقعی و چه به خصوص در فضای مجازی. ما چقدر وقت خودمون رو صرف پاسخهای بیهوده میکنیم؟ اساساً عزیزان برخی از پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌هایی که در فضای مجازی وجود داره طراحی شده تا ما وقت بیشتری صرف اونها بکنیم. یک پستی که گذاشته میشه شما رو تشویق میکنن که حتما نظر بدید، وقت بذارید نظر بدید. حالا چه ضرورتی داره نظر دادن در مورد یک پست؟ و غیر از اینکه نظر میدی، اگر ده ها نفر، صد ها نفر، بعضن هزاران نفر اون زیر اون پست نظر دادن، شما رو ترغیب میکنه که همه اون نظرات رو بخونی. و غیر از اون، اگر کسی نظری داده و خلاف نظر شماست، پاسخ اون رو بدی. حالا ما چقدر وقت خودمون رو در شبانه روز صرف این کارها میکنیم؟ روزی 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت. حالا این 5 ساعت رو شما ضرب در 7 کن، ببینیم در هفته چقدر صرف میکنیم. ضرب در 30 کن، ببینیم در ماه چقدر وقت صرف میکنیم. و ضرب در 1 سال خودت بکن و ببین چقدر از عمر خودت رو تلف کردی و چقدر عمر خودمون رو صرف پاسخ دادنها و جدالها و بحثهای بیهوده کردیم. ببینیم چند ماه از 1 سال خودمون رو هدر دادیم و به جای اون بحثهای بیهوده ما چقدر میتونستیم وقت بذاریم و مهارت‌های مختلف و متنوعی که به درد ما و به درد جامعه می‌خوره رو کسب بکنیم. و به همین دلیله که در روایات داریم عزیزان فرماید اترک المراء ولو کنت محقا، بگو مگو و جدال رو ترک بکن حتی اگر حق با توه. یعنی میدونی حق با توه در فلان بحث در فضای مجازی یا در فضای واقعی، اما لزومی بر بحث کردن نیست، بحث نکن. انشاءالله بتونیم به این فراز قرآنی عمل بکنیم. منتظر ضرب المثل بعدی باشید، با قرآن زندگی کنیم.